با ادامه برنامه چاردیوالی از شبکه جهانی آریانا باری دیگر خوش آمدین. بسیار تشکری که تا این دم با ما همراه هستین. میریم به طرف اتریش. حال احوال یکی دیگر از افغانهای عزیز خود را میگیریم. ایشان خانم فعال هستند در بخش حقوق زنان، در بخش حقوق جوانان. رئیس انجمن جوانان افغان در اتریش هستند، بانو نفیسه اکبری. بانو نفیسه اکبری، سلام بر شما. سلام درود جناب شاه خاصف، خوشحال هستم که مهمان خانه های شما و از طریق دوربین تلویزیون جهانی آریانا مهمان خانه های هموطنان عزیزم هستم. خوشحال هستم که آل احوال از ما جویا شده. بسیار تشکر. چطور است وضعیت در اتریش، وضعیت کرونایی؟ هنوزم قرنطین جریان داره یا نه؟ جناب خاصف هنوزم هست، ولی خب از ماه می نیمه قرنطین میشه کشور اتریش و تانست کشور اتریش که تقریبا کرونا را کنترل کنه. شما در یه آخر مصروف چه کار هستین جز از اینکه رئیس انجمن جوانان افغان در اتریش هستین؟ خب ما مدت دو ماه میشه تقریبا که قرنطین بودیم، ولی باز هم ما فعالیت های خود از خانه و فعالیت های خود انجام دادیم و ما بعضی کمک های خیریه بود که به افغانستان به هموطنان ما خواستیم در ماه مبارک رمضان کمک کنیم که جوانان ما را کمک کردن. اما گروپی که ما داشتیم، گروپ انجمن، خواستن از خود شروع کنن و کمک مقدار کمک تحفه ناچیز تهیه دیدن و خواستن این را به افغان های عزیزی که نیاز دارن کمک شوند و همچنین فعالیت های دیگه که ما بر خانما مد نظر گرفتیم، برنامه ریزی ها بوده، اینا آماده عزیزم بخیر که از ماه می شروع کنیم. چند سال شما در اتریش زندگی میکنین؟ ما تقریبا مدت 5 سال میشه، از 2014 ما مهاجر شدیم در کشور اتریش. شما فکر کنم گوینده و گرداننده هم هستین اگر اشتباه نکنم؟ بله، ما در رسانه ها هم هستم. اینجا در کشور اتریش هم شبکه های آنلاین بوده، اونجا کار کرده. ما یک شبکه آنلاین خود ما هم داریم به نام شبکه گام هست و خودم هم اینجا در کنفرانس ها، در گرد همایی ها که میشه به عنوان یکی از زنان فعال و یکی از فعالین حقوق زنان اشتراک میکنیم. ما به خاطر سیمینار های کنفرانس های داریم، به خاطر توانمندی خانم ها که خوشبختانه خیلی خانم های افغان که اتریش هستن استقبال کردن و هر دو ماه سه ماه بعد ما چنین کنفرانس بر خانم های افغان برگزار میکنیم. در داخل افغانستان بر خانم های افغان چی کردین معمولا؟ در داخل افغانستان متاسفانه ما کدام گروپی در داخل افغانستان از خانم های افغان نداریم برای فعلا. ما فقط یک قسمت از گروپ ما در اونجا هستن که به در خیریه و این موضوعات ما را کمک میکنن، ولی ما دوست دارم که ما یک گروپ خیلی کوچک از خانمای افغانستان هم داشته باشیم. ولی خب خانمای افغان که در اتریش هم هستن خیلی نیاز دارن. درست هستن که در اروپا هستن، ولی خب کمک های خیلی زیاد محتاج دارن، چون در یک جامعه جدید آمدن و ادغام شدن در یک جامعه نو برشان بسیار دشوار هستن و روح و روان فکریشان رو بر هم ریخته. خواست ما اول از جایی که هستیم شروع کنیم، بعد کم کم مثلا بزرگتر بسازیم جمع ما را و کارهای ما را در افغانستان شروع کنیم. در مورد انجمن جوانان افغان بگین، چه وقت ایجاد کردین، به خاطر چی ایجاد کردین و چه اهداف را دنبال میکنن؟ ما انجمن جوانان افغان در اتریش از سال 2020 شروع کردیم، یعنی مدت خیلی بزرگ نیست که این انجمن شروع به فعالیت کرده، ولی خب تقریبا 200 خانم عضو از این انجمن هستن و بچه ها و جوانانی که هستن اونا موضوعش جدا، ولی ما بیشتر دوست داریم روی خانم ها کار کنیم. اگرچه شاید تصور از این کمی که مشکل باشه که خانم های افغان چطور در اروپا مشکل دارن، ولی خب از هر لحاظ خانم های افغان مشکلاتش خیلی زیاد هست و ما فوکس ما بیشتر روی از این است که ما بتونیم خانم ها را کمک کنیم از لحاظ روحی، از لحاظ از این که اونا هیچ وقتی در جامعه افغانستان کار نکردن، بیرون از خانه نبودن بیشترشان. آل خواستیم اینا را در جامعه جدید روحیه ببخشیم و قوت از این را بتیم برشان، توانایی از این را درشان بیشتر کنیم که اونا در جامعه بیرون شوند، چون اینجا باید مجبور هستن کار کنن و خود آماده بیرون رفتن از خانه بسازن. معمولا مشکلات خانمای افغان در اروپا چه هست که دست و پنجه نرم میکنن با این مشکلات؟ سوال خیلی خوبی هست. خب خانمای افغان مشکلات خیلی زیادی داره، یکی از دشواریاش، نمیخوایم زیاد وقت برنامه رو بگیرم. خب درست است که ما هیچ وقت در افغانستان او شرایطی که آل داریم در اروپا نداشتیم.
ولی هستن بعضی از بیرون شدن از خانه کلن بر خانم‌ها دشوار هست. مردای افغانی که در اروپا هستن همه گیشان را نمیگم، ولی بعضی ها هستن که هنوزم خانمشان از خانه بیرون شدن اجازه ندارن، حتی به خاطر رفتن به کورس‌های زبان بسیار با مشکل مواجه هستن. تنها کاری که اونا اجازه دارن در اروپا انجام بدن این هست که اونا همیشه مثلا ولادت کنن و بچه داشته باشن. این مشکلات هست که خانم‌ها اگرچه در افغانستان تحصیل کردن، درس خواندن، ولی فعلا در اروپا اجازه ای را نمیده خانواده‌اش که اونا از خانه بیرون شون و برن صنف‌های زبان را بخونن. و مشکلات دیگه هم هستن که اینا هنوز خودشان خود به خودی توانایی را حس نمی کنن که ما بتانیم در جامعه هم کار کنیم. و از خانه بیرون شدن هم مثلا یکی از کارهایی هست که ما مثل دیگر انسان ها باید انجام بده. این دشواری های هست. خب متاسفانه گفتم بعضی ها به تمسخر می گیرن بیرون شدن از خانه بر خانم ها. حتی من خودم شخصا وقتی که بیرون میشم یا در صفحه های مجازی افغانایی که در اروپا هستن، بعضی هایشان کارهای ما را یا مثلا کلن شخصیت زنها که بیرون شوند به یک نحوه تمسخر میکنن و دوست دارن اونا را قسم بفهمانن که شما فقط به خانه باید باشین و کارهای خانه مسئولیت شما هست. و من خودم چون یک زن هستم این درد اینا را در این جامعه حس میکنم، میفهمم. و از این خاطر بیشتر ما فوکس ما فعلا روی همین موضوعات است و خاطر توانمندی زنها کار کنیم در اوتریش. بسیار تشکر بانو نفیسه اکبری که حاضر شدین با تلویزیون آریانا مصاحبه بکنین. اگر پیام داشته باشین کمره تلویزیون آریانا در خدمت شما است. یک دنیا سپاس، تشکر از این که در این شرایط آل احوال از ما جویا شدین. خوشحال شدم یک بار دیگر هم از عزیزانی که در داخل کشور من رو میبینن، برشان صحتمندی، موفقیت، آرزو و خوشبختی تمنا دارم. تنها پیام من کوتاه برای او عزیزان هستن، او مردان هستن که به خاطر خانم ها دیگر بس هست که ما مثلا خانم ها را از جامعه دور راندیم و هر نوع دیگه باید دست به دست همدیگر بتن و کوچکترین حرکت یک خانم که به خاطر پیشرفت موفقیت میکنه اونا تشویق کنیم تا اونا جسور شون و ایره بودن در جامعه را به خود یک افتخار بدانن. تنها پیامی که داشتم امی هست و آرزو دارم که این بلای روی زمینی هم به بهترین فرصت از روی دنیا برداشته شود تا ما بتانیم به زندگی نرمال خود برگردیم. تشکر بانو نفیسه، بسیار تشکر. تشکر به شما هم، اوقات سرشار از خوشی. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بانو نفیسه اکبری بودن، رئیس انجمن جوانان افغان در اتریش که با آریانا برنامه چهاردیوالی صحبت کرد. میان برنامه کوتاه، پس از او مهمان چهارم در برنامه چهاردیوالی.